گزل استایل نام برند ایرانیه که از نام مؤسس اون غزال شهلایی گرفته شده. غزال سال 58 در تهران متولد شد و فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهرانه. اون سال 86 از طرف یکی از شرکت‌های تبلیغاتی دبی برای کار دعوت شد و در نهایت سال 96 برند خود رو ثبت کرد. غزال برای تبلیغات کارهای خودش ابتکار جدیدی به خرج داده و اون ابتکار اینه که سر بازیگران زن قدیمی خارجی رو روی عکس لباسهای خودش مونتاژ میکنه و از اون در جهت تبلیغ استفاده میکنه. بریم این مصاحبه رو ببینیم. رنگای خاصی هم مثل قرمز و آبی و سبز تو کارتون استفاده میکنید؟ دلیل خاصی دارین یا اینکه سردرگمی؟ نه، من از تقریبا از همه رنگی استفاده میکنم. کلن خب آدمی هستم که خیلی رنگی می پوشم و خیلی اعتقادم اینه که خب به هر حال باید رنگی پوشید. الان تنوع پارچه ها بیشتر، تنوع رنگ بیشتره و من سعی میکنم از همه رنگی استفاده بکنم. از جنس مخمل هم زیاد تو کاراتون استفاده میکنید؟ هم از جنس مخمل، هم از سنگ دوزی میکنید؟ بله. توی لباس ها هم کفش، کیف؟ بله. واقعیتش اینه که این اتفاق ایدهش فقط توی پارچه فروشی به ذهن من رسید. یعنی این پارچه های زیبای مخملی ایده رو به من داد برای فصل پاییز بخوام این کار رو انجام بدم. برای لباس ها مخمل یه پارچه ای هستش که سلیقه هر کسی نیست. بیشتر تلاشم این بود که نوعی ارائهش بدم که آدم ها بیشتر دوستش داشته باشن، بیشتر جذبش بشن و کلن جنسی هست که ست کردن باش خیلی مشکله و آدم ها خوب میگن خب الان من کیف و کفش باهاش چجوری باید بپوشم. ما برای کلکشن پاییزمون در واقع ترکیبی که گذاشتیم حتما نباید هم رنگ آدم ها استفاده بکنن. یعنی ما ترکیبات نقره‌ای و سرمه‌ای داریم که میتونن استفاده کنن. مثلا مانتوهایی هستش که در واقع سرمه‌ای هست با کیف و کفش مخمل تقریبا توسی نقره‌ای، یعنی برقی که داره مثل نقره‌ای هست. یا مثلا کارهای قهوه‌ای داریم که میتونن با طلایی یا خردلی یا شطوری ست بکنن. باز قرمز و سبز رو میتونن با هم ست بکنن، نه اینکه حتما چون خیلی دوست ندارن همیشه از سر تا پاشون یک رنگ باشه، ولی اینکه ترکیبش شطوری باشه و اینکه متریالش یکی باشه شاید براشون جالب‌تر باشه. سعی کردیم که در واقع کمک بکنیم به اینکه حتی خاص کاراتون واسه چه شخصیت‌های طراحی می‌کنین؟ چیزی تو ذهنتون هست از آدمایی که براشون طراحی می‌کنید یا اینکه نه این سلیقه شماست، شما اون چیزی که تو ذهنتون هستش رو تبدیل به لباس یا اکسسوری می‌کنید؟ بعد خب کسی که اون سلیقه شبیه به شما رو داشته باشه جذبش میشه یا اینکه نه؟ واقعیتش اینه که من خیلی به سلیقه دیگران نگاه نمی‌کنم. بیشتر اون چیزیه که دوست دارم که اتفاق بیفته و خلق میکنم، ولی برای مخاطبای من معمولا علاقم اینه که خانومهایی باشن که موفقن توی جامعه از هر در واقع تو هر زمینه ای و فکر میکنم که حتی خانمهای کارآفرین، خانمهای مهندس، خانمهای دکتر، خانمهای هنرمند، کسایی که حتی در واقع مشهور نیستن حتما توی جامعه ولی آدم‌های موفقی هستن توی زندگیشون. کلا شما جایگاه زن رو تو دنیای مد چجوری می‌بینید؟ خب من فکر می‌کنم که جایگاه زن خیلی جایگاه پررنگیه. حالا یا این دیدیه که من دارم به عنوان یک زن، چون به هر حال زن‌ها زاینده زندگی هستن و قاعدتاً چه پوشششون، چه اون نوع غذایی که دارن درست می‌کنن، هر چیزی توی زندگیشون یک در واقع انرژی خاصی رو به اطرافیانشون منتقل میکنه. توی صنعت مد هم نقش خیلی مهمی دارن. قاعدتا حالا درسته که یک در واقع تعریف کلی داریم از مدلینگ توی دنیا که حالا سایز 0 دارن، سایز 1 دارن و به هر حال سایزایی که برای من بیشتر حالا شاید این اصطلاح خیلی جالب نباشه استفاده کنم، ولی به نظر من بیشتر نقش چوب لباسی رو دارن این آدم ها وقتی که دارن. به نکته جالبی اشاره کردین، شما توی تبلیغاتتون اصلا از مدل استفاده نکردین، یه سری چهرهای کلاسیک هالیوودی رو آوردین گذاشتین. بله. و از اینا استفاده کردین، دلیلش چیه؟ ایده رو از کجا گرفتین؟ والا دلیلش اینه که تقریبا من از زمانی که توی خیلی دیر با اینستا آشنا
در واقع با اینستاگرام آشنا شدم. زمانی که گشتم توی پیج ها دیدم که در واقع از یک زمانی ظاهراً یک محدودیتی وجود داشت برای مدلینگ توی ایران و چهره ها مشخص نبود. من خواستم که طبق موازین ایران که در واقع داریم، ما میدونیم که توی تلویزیون میتونیم فیلم هایی رو نگاه کنیم که خانم های خارجی بی حجاب باشن. من به دلیل اینکه بیشتر کارام، حالا چون خودم علاقم به گوشواره است، خیلی به گوشواره استفاده میکنم، باید تقریبا بی حجاب باشن و به هر حال اینها سمبول های زیبایی هستن برای خیلی ها و من تارگتم در واقع خانم های حدود 30 سال تا 50-55، یعنی همه این رنج سنی میشناسن، حالا همشون نه ولی به هر حال تعداد زیادی از آدم ها با این هنرپیشه آشنا هستن و مثلا آدری هپبورن. بله. بیشتر ازش استفاده. چرا؟ دلیل خاصی داره؟ والا کلا آدری هپبورن به در واقع به استایلش خیلی معروف بوده زمان خودش و الگوی خیلی از خانم. بله، با پوشش ساده‌ای که داشته و تقریبا هر چیزی که می‌پوشیده برازندش بوده. ولی با اینکه ایشون خیلی لاغره، یعنی توی عکسام خیلی مشخصه، ولی من صرفا اگر که دقت کنید فقط از عکسای ایشون استفاده نکردم، اومدم از چند تا هنرپیشه دیگه هم استفاده کردم که اصلا اونها نوع پوشششون و نوع بدنشون، اصلا در واقع فرم بدنشون متفاوته. این توی لی‌آوت در واقع پیجم هم کاملا مشخصه که از یک سعی کردم که از یک لیات خاصی استفاده بکنم بر اساس اون چیزی که دانشم بوده. ولی میگم این علاقه و کششم به مو چیزی بود که سالهاست ذهنم درگیرشه، به این دلیل که خودم توی پوششم دقت میکنم و احساس میکردم که از یک جایی به بعد دیگه باید اینو دنبال کنم به هر حال.